پریشب، البته هر شب منزل حاج آقا سحری دارم. پریشب این تصرف مال پریشب سحری که منزل حاج آقا بود. شما خیلی وضعتون خوبه حاج آقا، هر شب سحری میدین؟ جدی میگم؟ البته الحمدلله خداوند به لطف خیلی کرده. خدمت من این نکته در شبرنی اول تون گفتم که عرض کردم ما همه ایرانی نه، عده‌ای که در ایران ما حاضر نیستن سختیار بکشن، ولی این انقلاب همش به شهادت و به سیلی خوردن و تن به سیلی دادن و اینا رفت. من آمدم کلمه رو عرض کنم، در بین صحبت ها از زبانم افتاد که ما آنانی که به سیلی خوردن تن ندادن و خواستن آسون بگیرن، اینا همون بودن که انقلاب وقتی پیروز شد ادی از آمریکا آمدن سر سفره. آقای خمینی رو فرمود که حضرت امام فرمودن که حالا سفره پهن دیده، آقایون دارم میام میشن سر سفره. این روی سر سفره نشینی رو خواستم رد کنم. نه خدای نکرده کل ایرانیان ما دست همه عزیزان میبوسن، همه جوانای عزیز ما همشون فداکار. اصلا من لذت میبرم از اینکه اینا همشون عاشق اهل بیت و عاشق سیلی خوردن برای دین و برای کشور و به اسلام هن. اشتباه از جد پیش نهد اگرم رخ داد نسلی از همه معذرت. نوه بزرگوار شما امین جان، سلام علیکم، خیلی خوش آمدیم. خودتون حاج آقا شما نوهتون رو معرفی میکنیم؟ ایشون محمد رضا حاج ابوالقاسمی، حافظ کل قرآن، هم حوزه هم دانشگاهه. واقعا افتخار میکنم به این نور دیده خودم. شما الان بغض کردین؟ دوستش دارم. یعنی شما هر موقع میخواید یه کسی که دوستش داری معرفی کنیم بغض میکنیم؟ نه، از این که تو ذهنم مسائل در رابطه حرف آمد بله امیرم بونه. از آقا موبایلتون رو بیرونم میذاشین کسی نمیبرد به خدا، اینقدر امن هست اینجا به خدا. خوب هستین شما؟ خیلی خوش آمدید. از دوش میخوام چیزی پیدا کنم. جدی؟ خیلی خوش آمدید به برمان. آدم بابا بزرگش روحانی باشه باید خودش روحانی بشه؟ یا اینکه نه شما به خاطر دلتون رفتیم؟ اجازه میدید من یه سلامی خدمت بینندگان عرض بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه روزداران عزیز، بینندگان ارجمند شبکه سوم، و عرض تسلیت به مناسبت این مصیبت بزرگ، شهادت مولای متقیان امیرالمؤمنین علی علیه السلام. و اما سوال شما جوابش اینه که اگر کسی پدر بزرگش خوب باشه باید خوب بشه. اما نه، اینطور نیست که هر کس پدر بزرگش در یک شغلی قرار داشت او هم تو همون شغل بره. اتفاقا حاجای طباطبایی همونطوری که در بخش اول فرمودن هم خودشون خیلی دوست داشتن پزشک بشن، همونطوری که تعریف کردن، هم خیلی دوست داشتن از میان نواهاشون کسانی باشن که پزشک بشن. اما انقدر حاج آقا در این لباس زیبا و دوست داشتنی هستن، جالبه من به شما عرض بکنم حاج آقا حدود فکر میکنم 12-13 تا نوه دارن، همه طلبه هستن، همه تو این مسیر وارد شدن. علی آقای اینانلو فقط طلبه هستن؟ بله، ایشون هم البته تو این مسیر وارد شده بودن و هنوز هم ارتباط دارن. حاج آقا از امتیازاتشون اینه که جذابیت شخصیتشون بگونه ایست که بدون اینکه هیچ فشاری رو نواهاشون باشه همه به این سمت گرایش پیدا کردن و این افتخاریست. ما هم توفیق داریم که چنین پدر بزرگ ارزشمندی بالای سرمون بودن و از هدایتها و ارشادهاشون طبیعتاً بهره‌مند شدیم و تأثیر بسیاری توی این مسیری که انتخاب کردیم شما بزرگواری داشتند. حاج آقا یه نکته در مورد مبارزات قبل از انقلاب گفتین و سیلی خوردن‌ها و اتفاقات. شما همرزم آیت الله شهید سعیدی بودین؟ آیت الله سعیدی شوهر خواهر بنده بودن، ولی بنده از افتخارات هم این است که قبل از همه آخوندها به جز یک نفر من تو مبارزه بودم، من قبل از ایشونم بودم. حتی من اول به آخوندی هستم به مرحوم نواب زندان بودم، یعنی سال 34 زندان بودم. با یه تودهی هم زندان بودم، خسرو روزبه که بزرگ تئوریسین کمونیستی بود. خیلی مسائل اقتصادی تو زندان از او یاد گرفتم، خوندم. و در این حال سیلو موقع زمان نواب هم خوردم و بعدم سال 41 هم همراه آقایون علما سیلو خوردم و به همدلله خوشحالم. یک چیزی که چون اتفاق افتاده عرض میکنم، شب 19 ماه رمضان بود سال 1350 و من کتک میخوردم دم افطار از آقای کمونگر.
این مقدار جسارت کرد به سر صورت من اضرار کرد و من گفتم که بذار افطار کنم بعد بازجویی، بعد کتک خوردم انقلابم که پیروز شد بالا سر آقای محمد گیلانی نوشتم تو کارت تو مقوا به شکرانه پیروزی انقلاب از همه شکنجگران عفو کردم، که بعد درگیر شدن با من که تو چه کار کردی، خدا رحمت کنه که جویی اینا میگفتن تو چه کار کردی، گفتم خودش کردم، من آخوندم یه سید، شما گذشت نکنین. ولی من به این روحانی که امیرالمومنین علیه السلام خیلی جا برای حفظ دین و پیروزی دین گذشت میکرد، من بچه پیغمبرم گذشت میکنم و گذشتم کردم، از این شکنگری نیامدم تو تلویزیون شکایت کنم، همه رو منشون عفو کنم. حتی آیت الله گیلانی رو زنده هستن سوال کردن شما درباره آقای طباطبایی چی میگی، گفت ظاهرا از بدبخت هایی که بدتر از من بودن عفو کرده، از منم عفو کرده، شما فهمیدن بله ایشون عفو کرده ولی خب نظام شما رو عفو نمیکنه. خاطره با آیت الله سعیدی فرامون، آیت الله سعیدی شوهر خواهر من بوده، تفاوت سنیم 4 سال بیشتر نبوده، مثلا مردم خیال میکنن ایشون پیر بود و من داماد ایشون بود، نه ایشون شوهر خواهر من بود. الان آقای سعیدی که الان در قم تشریف دارن چون خارزادی بنده هستن و همینطورم آغاز اصلا آقای سجر مشهد منبره که میخواستم اونم بیاد اینجا تشریف بیارن داماد اول بنده هست. یالا تشریف یه خاطراشو اگه میشه برامون بگیم. خاطرات سال سری ما زیاد گفتیم در تلویزیون پخش هم شده. اجمالا ایشون مرد بود بسیار با اخلاص، خیلی گذشت داشت، حتی یه روز یه کسی تو خیابون نیازمند بود، یک سرما بود، عباس زمستونیش داده بود بی عوامت خونه، یعنی حالت گذشت در یه عد اعلاق، مرد بزرگواری بود و عاشق امام بود. از بازجوی مهمی که شو گفت اگر مرا بکشن و خون مرا بر زمین بریزن خون من خمینی نقش میبرد. فرمایش خدا ما رو لبخند ما رو دوست داره یا عشق ما رو؟ سوال هو الذی اضحک و ابکا، هم میخندونم میگریونم کاردش مال خداست. خب من یه سوالی برام پیش میاد، میگم خدا که میخواد ببخشه چه کاری دیگه؟ خب ببخشه همه رو دیگه، یعنی خدا امشب قرار داده که همه رو ببخشه. هر سال ما گناه میکنیم، از ماه عسل پارسال تا ماه عسل امسال من اگه بخوام بگم پروندم خیلی سیاهه، یعنی خیلی رو راست بخوام بگم همچی اتفاقات خوبی برام نیفتاده حداقل خودم، امشب هم میبخشه منو دیگه. حالا که او که الان سال بخواهم شما از قرآن جواب دم من چیزی بگم، شما حالا کار بگو نزوست خودت که میخوای سالم باشی هیچ وقت مریض نشو، خدا یه وقتای دیگه دست خود خوب آدم خوب بشو، یه وقتای دست خود آدم میگه خب بارکالله. خب خدا شما کار نشده بکنید که دست خود چرا بخواهم بگم خدا میدونه ما رو ولد کرده آزاد آفریده، اینقدر مهربونه میگه هرچی هم باز میری بد میشی باز بیا پیش خودم قبولت میکنم، لطف اوست. خب من میگم که یه باری دیگه همه ببخشه چه گناهیه دیگه. خب تو باید گناه نکنی دوباره، حالا یه اون بخشی میگه بخش داری دیگه گناه نکن دوباره گناه میکنی، میگه دکتر یک دوایی به من بده تو آخر عمرم دیگه دوا نخواست شم، خب تو میری دوباره مریض میشی، تو برجی برجی پات میشکنی خب دوباره باید میپشمن. جواب ها جاهلی کامله، منظورتون این هست یعنی خدا یک بار ببخشه برای همیشه؟ نه دیگه، میگم آخه هر سال این قراره هست. خب ها جواب فرمودن خب شما رو که عرض نمی کنم، یعنی بنده یا هر شخص دیگری گناه و معصیت میکنه دو مرتبه باید بره تمیز بشه، شما حمام میرید شسته میشید، بگید ای حمام ای دوش یک بار برای همیشه منو تمیز کن دیجار. خب شما میرید هفته بعد دوباره کسی میرید دوباره میرید حمام، یعنی عالم طبیعت بالاخره به گونه آفریده شده هم توی کجا فهمیدم من درس بس میدن، ما دوچار شهوات و غفلت ها میشیم، برای اینکه از این غفلت ها شسته بشیم خدای متعال ماه مبارک رمضان، شبهای جمعه، نمازها رو قرار داده، به بهانه های مختلف ما رو کشونده به این سمت که در واقع تطهیر بشیم و پاک بشیم. بزرگ خدا کیا رو میبخشه؟ ان الله لا یغفر ان یشرک به یغفر ما دون ذلک، مشرک نمیبخشه به همه آمرزی میشه. ما چی کار کنیم که رحمت خداوند شامل حال ما بشه؟ اول باید بندگی کنیم. خیلی متاسفم که ما ناممون بنده هست و بنده نیستیم، بنده مطیع مولاست، والله بشنون همه عزیزان همین امشب تصمیم بگیری در مسیر بندگی باشید، زبونتون به اختیار خدا، یعنی چی بنده باشید، گوشتون چشمتون
اگه درست دقیق به اون چه وظیفتونه طبق دینتون اسلام، هرچی هم که فهمیدن عمل کنه، نه خلافش بکنه، ببینید چقدر زندگیتون شیرینه. ما زندگیمون خودمون بر خودمون با اخلاقمون بدش کردیم، داریم بدترش هم میکنیم. حضور خدا شمرم میبخشه، شمرم اگر اون چه لازم بود انجام میداد میبخش، ما که نمیدونیم چکار نمیبخشد، در حدی گرفتی قابل بخشش دیگه نیست. این دست سخمی بشه خوب میشه، تو چه انگوش در رفت دیگه نمیشه. نظام را جوری آفریده دیگه آمرزه نمیشه. پس شرک هم بدتره، کسی که امام معصوم را بکشد از شرک بدتره. شرک الان نوه شما فارغ از این که استاد دانشگاه هستن و بسیار قابل احترام، یه جمله گفتن، گفتن آدم پدر بزرگی خوب داشته باشه باید آدم خوب بشه. شما خودتون به سید بودن خودتون و به اینکه جدتون حضرات آله الله هستن گفتید از سر همه اون کسایی که منو اذیت کردن و آزار دادن میبخشیم. جامعه‌ای که افتخارش امیرالمومنین، چرا باید توش دروغ باشه؟ خب چرا از بردو باید باز من نباید بپرسن که بعد عرض میکنم که به کجا را اشتباه رفتیم؟ خب خیلی اشتباه شدیم. اشتباه این یک مورد و مورد کلا، ببینین هر کسی یه مقدار عقلش، یه مقدار شهوت، یعنی غریزه‌اش دخالت داره. هر جا تونستیم عقلمون رو حاکم کنیم موفقیم. من معتقدم یه مقدار حوادث باعث میشه مردم بد میشن. ببینین تغییرات تو زندگی پیش میاد، گرانی، بیپولی، فقر، اینا که پیش میاد اخلاق عوض میشه، فشارها، عدم ازدواجات، اینا حوادث. بذار همین جهت هم یکی از وظایف عمرا این است که همیشه با مهربانی رفتار کنند. دعای امام زمان است، میفرماید که و علل عمراء بشفقه و علل رعیه بالانصاف و حسن سیره. مردم باید هم منصف بشن نسبت به خودشون، سیراشون عوض کنن، یعنی باید رو خودشون کار کنن، خودشون بسازن، فعال بشن، کارا درست انجام بشه. هر کسی به خودسازی خود اگر مشغول شد موفقه. خیلی متشکرم.